با نام و یاد خدا، من جمالیفر هستم. با دوره آموزشی دیجیتال واترمارکینگ یا نهان‌نگاری دیجیتال در خدمت شما هستم. در این دوره آموزشی که ما اونو برای ارائه روی فرادرس تهیه کردیم، قصد داریم کلیات نهان‌نگاری دیجیتال رو ابتدا به صورت تئوری و به دنبال اون با ارائه مثال‌های در محیط زبان برنامه‌نویسی مطلب آموزش بدیم. قبل از شروع آموزش من یک سری نکات رو خدمت شما متذکر میشم. نکته اول این که مخاطبین ما در این دوره آموزشی چه کسانی خواهند بود؟ عمده مخاطبین ما در این دوره آموزشی دانشجویان و پژوهشگران فعال رشته‌های مهندسی کامپیوتر، شاخه‌های هوش مصنوعی، نرم افزار، فناوری اطلاعات، رشته‌های مهندسی برق، مخابرات و کلیه علاقه‌مندان به پردازش سیگنال‌های دیجیتال یا دیجیتال سیگنال پروسسینگ خواهد بود. دومین نکته مربوط میشه به پیش نیازهایی که قبل از مشاهده این آموزش لازم هست من اونها رو خدمت شما متذکر بشم. علاقه‌مندان به نهان‌نگاری دیجیتال این رو بدونن که ما در واترمارکینگ با سیگنال‌های تک‌بعدی مثل صوت و گفتار و سیگنال‌های دوبعدی مثل تصاویر سر و کار داریم. بنابراین باید یه آشنایی مقدماتی با سیگنال‌های آنالوگ و دیجیتال داشته باشید. همینطور آشنایی با پردازش این سیگنال‌ها در مطلب، بنابراین خود آشنایی با زبان برنامه‌نویسی مطلب نیز از مقدمات و پیش‌نیازهایی هستش که توی این دوره آموزشی ما به اونا نیاز داریم. نکته دیگه این که فرادرس این امکان رو به شما داده که میتونید تمامی آموزش‌هایی که من خدمتون عرض کردم رو اونجا تهیه کنید. شما میتونید با مراجعه به فرادرس بسته‌های آموزشی پردازش تصاویر دیجیتال در مطلب و همینطور آموزش مقدماتی و حرفه‌ای زبان برنامه‌نویسی مطلب رو اونجا تهیه کنید. بریم سراغ آموزش نهان‌نگاری دیجیتال یا همون دیجیتال واترمارکینگ. قبل از هر چیز اجازه بدید خود کلمه دیجیتال واترمارکینگ رو ما تجزیه و تحلیل کنیم. برای شروع اینجوری بگم که واترمارکینگ تشکیل شده از دو تا کلمه واتر و مارکینگ. بنابراین برگردان فارسی واترمارکینگ یا به صورت کلی دیجیتال واترمارکینگ میشه نقش‌آبزنی دیجیتال. با گسترش اینترنت و یا همون شبکه بین المللی که بهش میگیم اینترنشنال نتورک و گسترش وسیع رسانه‌های دیجیتالی از قبیل صوت، تصویر و ویدیوهای دیجیتالی، همچنین توزیع سریع و بدون خطای این رسانه‌ها در سراسر دنیا، یکی از مهمترین دغدغه‌ها و چالش‌های اصلی در حوزه دیجیتال که امنیت هستش اینجا بروز پیدا می‌کنه. همونطور که می‌دونید دسترسی سریع و آسان به نرم‌افزارهای کاربردی و رسانه‌های دیجیتالی، اون هم با هزینه خیلی کم، این زمینه رو برای همه ما فراهم کرده که بتونیم داده‌های چند رسانه‌ای رو به راحتی ویرایششون کنیم و بدون از دست دادن کیفیت محسوسی کپی برداری و اونها رو توزیع کنیم. با این حال ممکنه مالکین محتواهای دیجیتالی با مشکل حق نشر و حفاظت اونها در برابر سوء استفاده کننده ها مواجه بشن. این یعنی چی؟ یعنی ممکنه در این بین باشن افراد سوء استفاده کننده ای که به رسانه‌های دیجیتالی یا به محتواهای دیجیتالی دستبرد میزنن و اونها رو به هر حال مالکیتشون رو نقض میکنن. بنابراین مالکین اصلی که میتونه افراد حقیقی یا حقوقی باشه، مالکیتشون در این بین نقض میشه. با توجه به محتوای چند رسانه‌ای های دیجیتالی، روش‌های حق نشر سنتی که برای حفاظت از مالکیت معنوی صورت میگرفت نامناسب بود. یکی از این روش‌ها رمزنگاری بود. به این صورت که برای جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز می اومدن فایل ها را قبل از ارسال به مقصد رمزنگاری می کردن. در حالی که امنیت داده ها توی این روش فقط در زمان جابجایی داده ها فراهم بود. مثلا شما فرض کنید یک پیام رو در مبدأ رمزگذاری کردید. وقتی این پیام یا منبع دیجیتالی توسط مقصد رمزگشایی بشه، شما دیگه در کنترل انتشار و توزیع اون پیام یا محتوای دیجیتالی هیچ نقشی نخواهید داشت و به طور کلی مدیریتتون یا کنترلتون از اون محتوای دیجیتالی کم میشه. اما جدیدن پژوهشگران تکنیک
نهان‌نگاری دیجیتال رو پیشنهاد کردن و ادعا میکنن که ما میتونیم با استفاده از نهان‌نگاری دیجیتال این مالکین اصلی رسانه‌های دیجیتالی رو ازش صیانت کنیم و حفاظت کنیم. بنابراین این ادعای پژوهشگران در رابطه با دیجیتال واترمارکینگ چیزیه که یک تکنیک نوظهوری هست، یعنی در واقع یک روشیه که تازه ارائه شده. بریم سراغ اسلاید بعدی. ایده اصلی در برابر محدودیت‌های روش‌های سنتی که گفتیم رمزگذاری یکی از اونها بود، برچسب زنی منابع دیجیتالی توسط علائم خاصیه که به اون علائم خاص ما میگیم واترمارک یا نقش‌آب. برای اینکه با نقش‌آب آشنا بشیم، من یه مثال رایج و معمول که ما روزانه یا گهگاهی با اون سر کار داریم رو خدمت شما ارائه میکنم. با نرم افزار ورد تاکنون همه ما کار کردیم. به هنگام نیاز ما میتونیم از یه سری برچسب‌های خاصی برای اینکه مالکیت اسنادمون رو اثبات کنیم استفاده میکنیم. مثلا فرض کنید ما یه سری خدمات کامپیوتری رو روزانه به مردم ارائه میکنیم. یه دفتر خدمات کامپیوتری داریم و اینجا یه سری اطلاعات رو که مردم به اونها نیاز دارن روزانه با زحمات و تلاش‌های خودمون جمع‌آوری میکنیم، قالب بندی میکنیم و در نهایت در یک چارچوب منسجم آماده پرینت و تحویل به مردم میکنیم. در این میان دوست نداریم افراد سالسی از این مطالب آماده سوء استفاده کنن. مثلا یه خدمات کامپیوتری که رقیب ما هستش بیاد و بدون هیچ زحمتی از این حاصل تلاش ما استفاده کنه و اونو صاحب بشه. برای این کار نرم افزار ورد یه قابلیتی رو در اختیار ما قرار میده به نام واترمارک که توی این قسمت ما میتونیم اون رو بهش دسترسی پیدا کنیم. ما با استفاده از واترمارکی که ورد بهمون ارائه میکنه میتونیم دسترسی افراد غیر مجاز رو از سندی که خودمون کارش رو انجام دادیم کم کنیم یا محدود کنیم. من این رو انتخاب میکنم و در این قسمت کاستوم واترمارک رو کلیک میکنم. یک پنجره محاوره اینجا برامون باز میشه. 3 گزینه داره. گزینه اول نو واترمارک هست. ما اگه این گزینه اول رو انتخاب کنیم، کلیه واترمارک هایی که از قبل روی سندمون اعمال کرده بودیم رو همه رو پاک میکنه. ببینید اگه دقت کرده باشید توی این قسمت یک واترمارک بود به نام فرادرس که الان نیستش و پاک شده. برگردیم و اون پنجره محاوره‌مون رو باز کنیم. قسمت دوم یه گزینه‌ای هست به نام پیکچر واترمارک. اگه ما این رو انتخاب کنیم چند تا زیرگزینه داره، هم اینا هم به تبع فعال شدن اون گزینه فعال میشن. ما در این قسمت سلکت پیکچر رو داریم و میتونیم یک تصویر رو به عنوان واترمارکمون انتخاب کنیم. اجازه بدید من یک تصویر رو از سیستم اینجا واکشی کنم. اپلای که بزنم تصویر ما پشت متن اصلیمون قرار میگیره و اگه دقت کنید شفافیتش به گونه ای هست که در خواندن مطالب اصلی ما هیچ گونه خللی رو وارد نمیکنه. من اگه این گزینه واش اوت رو بردارم، یعنی تیکش رو بردارم و اپلای بزنم، تفاوتش رو شما احساس میکنید و میبینید که شفافیتش یکم بیشتر شده. ولی خب به صورت اتوماتیک این واش اوت همیشه خودش انتخاب هست و نرمالش هم اینه که انتخاب باشه. ببینید به گونه ای است که نه مزاحم متن اصلی هست و نه به طور کلی خودش مخفی میشه. بنابراین یه جورایی در اثبات مالکیت ما هنگام پرینت این فایل کمک میکنه. توی قسمت اسکیل ما مختصات اون تصویری رو که به عنوان واترمارک انتخاب کردیم رو مشخص میکنیم. ببینید اگه من اینجا این گزینه رو مثلا انتخاب کنم و اپلای بزنم، شما تفاوتش رو اینجا احساس میکنید و تصویر یکم زوم شده و ما بیشتر وارد تصویر شدیم. ولی خب به صورت اتوماتیک این فقط تا قسمت هایی که حاشیه های ورد رو از قبل مشخص کردیم اعمال میشه. این از این قسمت. بریم سراغ گزینه سوم یا تکست واترمارک. به محض انتخاب تکست واترمارک زیرگزینه‌هاش فعال میشه. در این قسمت ما میتونیم زبان مورد نظرمون برای نوشتن یک واترمارک رو انتخاب کنیم که من اینجا زبان فارسی رو انتخاب میکنم. اینجا هم تکست مورد نظرمونه. بذارید من اینجا واترمارکمون رو فرادست بذارم
و اینجا هم فونتی که قرار این نمایش داده بشه رو انتخاب میکنم، سایزش رو همون اتوماتیک در نظر میگیرم، رنگش رو هم اینجا میتونیم به هر حال انتخاب کنیم و اینکه دایاگنال باشه، به صورت قطری باشه و این قسمت هوریزنتال هم به صورت افقی هستش. حالا اینا رو کلن نشون خواهیم داد. ببینید اپلای که من بزنم، شما اینجا مشاهده میکنید که واترمارکمون پشت متن اصلیمون قرار داره. برگردیم پنجره محاوره‌ای رو باز کنیم. در این قسمت ما میتونیم رنگ مورد نظرمون رو تغییر بدیم یا انتخاب کنیم. این قسمت من میام این گزینه افقی رو انتخاب میکنم و اپلای میزنم. ببینید در اینجا ما علاوه بر این که متن اصلی رو داریم، متن پس زمینه رو هم داریم و با استفاده از اون هنگام پرینت این سند میتونیم دسترسی افراد غیر مجاز رو محدود کنیم. بنابراین اگه کسی بخواد از این متنی که ما انتخاب کردیم سوء استفاده کنه یا به هر حال اون رو به نام خودش ثبت کنه، کارش سخت خواهد بود، به خاطر اینکه از بین بردن این فرادرسی که ما پشت این متن نوشتیم کار آسانی هنگام پرینت شدهش، این در واقع وقتی که این پرینت باشه، تخریب این فرادرسی که پشت این متن هست کار آسانی نیستش. بنابراین خود به خود دسترسی افراد محدود میشه و مالکین اصلی اینجا ازش صیانت و حفاظت میشه. این مثال ساده بود که من خدمتون اینجا ارائه دادم. برگردیم به اسلاید هامون. ما دیدیم که واترمارک میشه یک متن باشه و میتونه یک لوگو یا تصویر باشه، همینطور واترمارک میتونه یک امضای دیجیتال باشه و اینکه میتونه یک سیگنال صدا هم باشه، یعنی میتونه یک قطعه بسیار کوچکی از یک صدا باشه که انشاءالله ما در ادامه همین دوره آموزشی کلیه اینها رو شرح خواهیم داد. نکته ای که اینجا وجود داره اینه که نقشا باید در برابر خطرات استحکام قابل قبولی داشته باشه، robustness. ببینید منظور از استحکام چیه؟ منظور اینه که افراد غیر مجاز اگه بخوان به نقشا به ما حمله کنن، نقشا باید استحکام خوبی در برابر این حمله های افراد غیر مجاز داشته باشه. نکته دیگه که اینجا من خدمتون عرض کنم، نهان‌نگاری آشکار و نهان‌نگاری پنهان هست. اگه توی مثال قبلی که توی ورد من خدمت شما ارائه کردم دقت کرده باشید، ما میتونستیم واترمارکمون رو اونجا مشاهده کنیم، یعنی اون فرادرس یا اون تصویری که من اعمال میکردم به عنوان واترمارک به صورت آشکار بود. ما به این گونه نهان‌نگاری ها میگیم نهان‌نگاری های آشکار، ولی در بعضی نهان‌نگاری ها لازم هستش که خود نقشابه ما از دسترس یا از چشم افراد غیر مجاز هم پنهان باشه، بنابراین ما به اونها میگیم نهان‌نگاری های پنهان. ایمپرسپتیبل یا غیر قابل احساس بودن، نامحسوس بودن. این نامحسوس بودن میتونه این اودیبل باشه، یعنی غیر قابل شنیدن باشه، و میتونه اینویزیبل باشه یا غیر قابل دیدن باشه. غیر قابل شنیدن توی نهان‌نگاری های صوت و فیلم ها مورد استفاده قرار میگیره، اینویزیبل توی نهان‌نگاری های تصویر و یا حتی همون فیلم ها هم باز میتونه مورد استفاده قرار بگیره. توی این اسلاید من اومدم و یک پیام رو خدمت شما ارائه میکنم. این پیام رو شما فرض کنید که یک سیگنال صوتی هست، یعنی 10 آبان روز افتتاحیه و 15 آبان روز اختتامیه یک کنفرانس پردازش دیجیتال خواهد بود و فرض کنید این نما هم نمای فرکانسیه، این صدای ما هست. فرض کنید یک سری افراد هستند که به اهداف مختلفی و به دلایل متفاوتی به این سیگنال ما حمله می کنن و مثلا از ابتدای افتتاحیه تا انتهای روز رو کات می کنن، یعنی از این قسمت افتتاحیه و 15 آبان روز، این قسمت رو از سیگنال صوتی ما پاک می کنن. بنابراین محتوای سیگنال صوتی ما این میشه: 10 آبان روز اختتامیه کنفرانس پردازش دیجیتال خواهد بود. اگه توجه کرده باشید کلن محتوای این پیام تخریب شده یا جعل شده. اگه من بخوام فرکانس اون رو نشون بدم به این صورت میشه: ما یه قسمتی از ابتدای فرکانس رو داشتیم، 10 آبان روزه، و فرض کنید این فرکانسش هست. این
قسمتی که کات میشه، خب دیگه کات میشه، میذاریمش کنار. قسمت دوم یعنی روز اختتامیه فرکانس پردازش دیجیتال اضافه میشه به این قسمتی که کات شده بود و این پیام به شنونده ها ارسال میشه. بنابراین یک بی‌نظمی به وجود میاد. حالا شما فرض کنید این پیام یک پیام بسیار امنیتی باشه، از طرف یک فردی که جایگاه حکومتی بسیار حساسی داره، این پیام ارسال شده و اینجا این پیام کات شده. خب ما میخوان اینو نشون بدیم که با نهان نگاری چجوری میشه جلوی این کارها را گرفت، یا چجوری میشه این رو به هر حال اثبات کرد که این پیام اصلی مورد تخریب و تحریف قرار گرفته. ببینید، فرض کنید دوستان این یک سیگنالی هستش که بسیار کوچیک‌تره از سیگنال اصلی ما، یعنی دامنه‌های فرکانسی اون بسیار کوچیک‌تر از سیگنال اصلی ما هست. ما میایم این سیگنال رو با استراتژی‌های خاصی در سیگنال مادر یا سیگنال اصلی تعبیه می‌کنیم. حالا ممکنه این اطلاعات تصویر باشه، صوت باشه، یک پیام باشه، ولی خب اون چیزی که اینجا مهم هست، باید سیگنال ثانویه ما یا اون چیزی که به عنوان واترمارک در نظر می‌گیریم به گونه ای سازگار باشه با این سیگنال صوتی، و اگه تصویر بود مثلا باید این تصویر تبدیل بشه به آرایه یک بودی و بعدش تعبیه بشه درون این سیگنال. بعدش وقتی که این سیگنال رو ما اومدیم و درون سیگنال اصلیمون تعبیه کردیم، میتونیم با استفاده از اون حملات احتمالی به این سیگنال اصلی رو تشخیص بدیم. به چه شکل؟ به این شکل که فرض کنید این سیگنال اصلیه، این سیگنالیه که به دست ما رسیده و اینم سیگنال اصلی ما هست. ما میایم نقشابی که درون این سیگنال اصلی تعبیه کردیم رو میکشیم بیرون. بنابراین متوجه میشیم که این قسمت سیگنال تحریف شده یا وجود نداره، با توجه به اینکه نقشاب اصلی ما اینجا در اختیار داریم. بنابراین به راحتی میشه سیگنال اصلی رو با سیگنال تحریف شده اینجا تشخیص داد. این یه مثالی از نهان‌نگاری پنهان بود. امیدوارم تا اینجا به طور تقریبی مقداری از ابهامات و سوالات شما در رابطه با اینکه نهان‌نگاری چی هست روشن و برطرف شده باشه. در ادامه آموزش ما سعیمون نیز بر این خواهد بود. با این حال میشه گفت که نهان‌نگاری امروزه به یک حوزه مهم و قابل توجه برای پژوهشگران تبدیل شده. لذا توسعه و تجاری سازی روش‌های مختلفی که توسط این افراد ارائه و پیشنهاد میشه یک امر ضروری برای مقابله با چالش نقض حق مالکیت هستش. این روش‌ها اگه خوب باشن، یعنی اگه قابل قبول باشن، میتونن وارد صنعت بشن و به طور عملی از اونها استفاده بشه. برای این کار، یعنی برای اینکه ما بتونیم یک روش نهان‌نگاری خوب رو پیاده کنیم، باید ابتدا به طور کلی با مفهوم نهان‌نگاری آشنا بشیم. بنابراین در ادامه آموزش من قصد دارم حوزه‌های کاربرد نهان‌نگاری رو خدمت شما چند تایشون رو ارائه کنم. با توجه به وقتمون به خصوصیات مهم نهان‌نگاری می‌پردازم و در ادامه به تاریخچه نهان‌نگاری و نهان‌نگاری دیجیتال خواهم پرداخت. این آشنایی ها باعث میشه که ما بتونیم در پیاده سازی و ارائه یک روش نهان‌نگاری خوب موفق تر باشیم. در این اسلاید ما به اولین حوزه کاربرد نهان‌نگاری که ادعای مالکیت هستش میپردازیم که کم و بیش هم در مورد اون صحبت کردیم. یکی از مهمترین کاربردهای نهان‌نگاری میشه گفت که همین ادعای مالکیت هست، که با یک مثالی من این رو خدمت شما عرض خواهم کرد. مثلا ما مالک یک تصویر دیجیتال هستیم و میخوایم این رو از سوء استفاده افراد غیر مجاز مصون نگه داریم. بنابراین میایم چه کار میکنیم؟ میایم به کمک نهان‌نگاری یک نقشاب رو در این تصویر جاسازی میکنیم و بعدش که تصویرمون نهان‌نگاری شد اونو در اختیار عموم قرار میدیم. ببینید، فرض کنید این تصویر اصلی ما هست. ما میایم یک نقشاب رو در نظر میگیریم، حالا هر چیزی میتونه باشه. این نقشاب رو با استفاده از نهان‌نگاری در تصویر اصلی نهان‌نگاری میکنیم و تصویر نهان‌نگاری شده که این هستش رو در معرض دسترس عموم قرار میدیم. بعد از این وقتی که مثلا یک شخص ثالث و غیر مجازی بیاد و
ادعای مالکیت این تصویر عمومی رو داشته باشه، مالک واقعی میتونه با استفاده از تصویر اصلی و همچنین ارائه نقشاب جدای از تصویر ادعای دروغین این فرد غیر مجاز رو رد کنه. از اونجایی که تصویر اصلی در دسترس این شخص غیر مجاز نیستش، بنابراین نمیتونه این ادعاش رو اثبات کنه. اما مالک اصلی به واسطه اینکه تصویر اصلی رو در اختیار داره و همینطور نقشاب رو میتونه خارج از تصویر اصلی ارائه کنه، میتونه مالکیتش رو اثبات کنه و مالکیت فرد غیر مجاز رو اینجا رد کنه. پس مالک اصلی با ارائه این دوتا تصویر یا این نقشاب و تصویر اصلی میتونه مالکیتش رو اثبات کنه. اینو اضافه کنم که نهان‌نگاری تصویر امروز خیلی مورد استفاده قرار میگیره. اگه شما دقت کنید امروز کانال‌های تلگرامی برای جذب اعضای بیشتر و رسیدن به اهداف خودشون مدام در حال تلاش هستن که بهترین اطلاعات رو در اختیار اعضای خودشون قرار بدن. مثلا کانال‌های مربوط به عکاسی یا رویدادهای مهم خبری، ورزشی و از این قبیل سعی می‌کنن جذاب‌ترین آیتم‌ها رو برای اعضاشون فراهم کنن. اما خب در این بین ممکنه بعضی از رقیبان این کانال ها از تصاویر آماده استفاده کنن، یعنی تصاویری که توسط کانال های دیگه آماده شده بود سوء استفاده کنن، بنابراین تمام زحمات کانال های اصلی هدر میره و ممکنه ضررهای مادی و معنوی زیادی رو اون کانال اصلی متقبل بشه که حقیقتا هم همین جور هست. از این رو میان چیکار میکنن؟ میان آیدی یا لوگوی کانالشون رو روی تصاویر و مطالبی که میخوان اونا رو به اشتراک بذارن برچسب میزنن یا اونا رو با استفاده از این واترمارک ها نهان نگاری میکنن. این نهان نگاری به کانال های مرجع یا کانال های اصلی کمک میکنه که کاربران نهایی و استفاده کننده نهایی اون تصویر یا مطلبی که توی کانال ها منتشر میشه با دیدن لوگو یا آیدی هک شده یا نهان نگاری شده اون کانال روی مطالبی که منتشر میشه به کانال اصلی بپیونده و جزء اعضای اون قرار بگیره. حتی اگه کانال های دیگه این تصویر رو منتشر کنن، باز هم کاربر نهایی میتونه به کانال اصلی مراجعه کنه و از اطلاعاتی که اونجا ارائه میشه استفاده کنه. بنابراین یکی از حوزه های کاربرد نهان نگاری هم میتونه در این حوزه باشه. یه نکته که اینجا هستش اینه که نقشاب بازم به راحتی نباید مورد تخریب قرار بگیره. کاربرد تشخیص جعل و تحریف. بعضی از اوقات هست که محتوای دیجیتالی از اهمیت بسیار بسیار بالایی برخوردار است و نیاز هستش که نهان نگاری واقعا انجام بشه و احساس میشه که نهان نگاری باید حتما اینجا مورد استفاده قرار بگیره و از کاربردش توی حوزه تشخیص جعل و تحریف استفاده بشه. هنگامی که محتواهای چند رسانه‌ای برای مقاصد قانونی و حیاتی مثل کاربردهای پزشکی، مثل معاملات تجاری یا گزارش‌های خبری مورد استفاده قرار میگیره، اطمینان حاصل کردن از محتوای منابع برای آگاهی از عدم جعل و اینکه اون منابع مورد تحریف یا دستکاری قرار نگیرن لازم هست. برای این کار مثلا در تصاویر پزشکی میان اطلاعات بیمار رو روی تصاویر مربوط به اون نقش میبندن یا نهان نگاری میکنن. بعد از اون، یعنی بعد از نهان نگاری این اطلاعات، وقتی تصویر به مقصد برسه یا به پزشک یا بیمارستان مقصد برسه، پزشکان میتونن با استخراج اطلاعات بیمار و همینطور یک سری اطلاعاتی که از قبل خودشون دارن به دستبرد و جعل و یا تحریف احتمالی پی ببرن. یک مثال دیگه در حوزه گزارش های خبری هست. ممکنه در دنیای اخبار افراد خاصی به دلایل خاصی سعی به تحریف و جعل اخبار شخصی خودشون پشت نام خبرگزاری های بزرگ بکنن. لذا اینجا هم اهمیت نهان‌نگاری قابل درک هست. بنابراین خبرگزاری ها میتونن خبرهاشون رو قبل از انتشار روی خبرگزاریشون یا روی سایت هاشون نهان نگاری کنن. همینطور در معاملات تجاری که ما با قیمت و ارزش سهام سر و کار داریم، باید وسواس اینو داشته باشیم که
هر لحظه ممکنه اطلاعات مهم ما مورد جعل و یا دستکاری قرار بگیره. بنابراین نهان‌نگاری میتونه در تشخیص جعل این داده‌ها به ما کمک کنه. حوزه کاربرد بعدی اسمش هست انگشت‌نگاری. همونطور که میدونید اثر انگشت یک رد پا و یک اثری هستش که شما به هیچ وجه دو نفر در دنیا رو پیدا نمی کنید که اثر انگشتشون شبیه به هم باشه. برای همین همیشه مجرمین خاص رو با استفاده از اثر انگشت هایی که از خودشون به جای میذارن ردیابی میکنن. اما اینکه اثر انگشت در نهان نگاری چه کاربردی داره رو من خدمت شما عرض میکنم. در کاربردهایی که محتواهای چند رسانه‌ای یا داده‌های چند رسانه‌ای به صورت الکترونیکی روی شبکه‌ها توزیع میشن، صاحب محتوا میتونه با تعبیه یک نقشاب منحصر به فرد یا یونیک که میشه به اون گفت یک اثر انگشت، به واسطه اینکه منحصر به فرد است دیگه، یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم دوتا از این نقشاب رو پیدا کنیم که شبیه به هم باشه. صاحب محتوا میتونه با تعبیه این نقشاب در هر نسخه دیجیتالی که انتشار میده توزیع غیر مجاز اون رو محدود کنه یا توزیع غیر مجازش رو تضعیف کنه. مزیتش اینه که بعداً اگه نسخه های غیر مجازی از این داده ها یافت بشه یا نسخه های غیر مجازی از این رسانه های دیجیتالی یافت بشه، ما میتونیم منشأ اون رو به کمک بازیابی اثر انگشتی که توش تعبیه شده تشخیص بدیم. مثلا شما فرض کنید یک سری داده های الکترونیکی رو از تهران به سراسر کشور ارسال میکنید و بعداً متوجه میشید که یکی از این محتواهای دیجیتالیتون مورد جعل و تخریب قرار گرفته و از اون سوء استفاده شده. شما چجوری میفهمید؟ شما میرید اثر انگشتی که توی اون رسانه ها تعبیه کردید رو استخراج میکنید، بنابراین متوجه میشید که مثلا این اطلاعات در شهر اصفهان مورد تخریب قرار گرفته یا اون منبع اصلی که ما به اصفهان فرستادیم مورد تخریب قرار گرفته. بنابراین خود به خود یک کنترل بهتری روی داده هامون داریم. نکته که اینجا مهم هست این است که نقشابی که ما تعبیه میکنیم باید حتما نامرئی باشه و در برابر جعل افراد قدرتمند باشه. بریم سراغ حوزه بعدی که اسمش هست امنیت کارت شناسایی یا آیدی کارت سیکیوریتی. امنیت کارت شناسایی همونطور که میدونید امروز سعی میشه تمامی اطلاعات افراد در کارت‌های الکترونیکی همراه ذخیره بشه و به هنگام نیاز میتونن از اونها استفاده کنن که مزایای خیلی زیادی رو داره. در حال حاضر میشه گفت مثلا اطلاعات گذرنامه مثل شماره گذرنامه، نام افراد، شماره شناسایی، نام خانوادگی و غیره و حتی عکس افراد نیز میتونه به عنوان نقشاب مورد استفاده قرار بگیره که ما میتونیم بعداً با استخراج این نقشاب ها و مقایسه اونها با اطلاعات موجودی که داریم کارت شناسایی افراد رو تایید کنیم یا تایید نکنیم. به عنوان مثال اگه کارت شناسایی سرقت بشه و یک تصویر دیگری جایگزین تصویر اصلی بشه، ما میتونیم با استفاده از استخراج نقشاب و اطلاعاتی که توی این تصویر قرار داره و تطبیقشون با این اطلاعاتی که روی کارت وجود داره اعتبار کارت رو تایید کنیم یا ردش کنیم. یا درون این تصویر جدید اطلاعاتی وجود داره که با این اطلاعات تطابق نداره، یا همین که نه، این تصویر جدید اصلا مثل تصویر قبلی اطلاعاتی درونش تعبیه نشده، بنابراین ما به راحتی میتونیم اعتبار این کارت رو ردش کنیم. خب تا اینجا کاربردهای اشاره شده مثالهای خیلی محدودی از کاربردهای بالقوه نهان‌نگاری دیجیتال بود. نهان‌نگاری علاوه بر کاربردهایی که من خدمتتون ارائه کردم کاربردهای زیادی داره که در این فرصتی که ما قادر نیستیم به طور مفصل همه ای اونها را شرح بدیم. یک نکته هم اینجا من خدمت شما عرض کنم، این که هر کاربرد الزامات و انواع مختلفی از روش‌های مرئی، نامرئی یا ترکیبی از اونها رو به کار می‌گیره. خب بریم سراغ خصوصیات مهم نهان‌نگاری یا ویژگی‌های مهم نهان‌نگاری. در این بخش می‌خوایم مطالبی را ارائه کنیم و این رو نشون بدیم که سیستم‌های نهان‌نگاری رو می‌تونیم با استفاده از
خصوصیات مشخصی تعریفشون کنیم یا اونها رو ارزیابی کنیم. من در ادامه میخوام چند تا خصوصیت مهم سیستم‌های نهان‌نگاری رو خدمت شما ارائه کنم. اولین خصوصیتی که من اینجا بهش میپردازم خصوصیت فیدلیتی است. فیدلیتی رو اینجوری تعریف میکنم که فیدلیتی یک سیستم نهان‌نگاری به شباهت درک شده بین نسخه اصلی و نسخه های نهان‌نگاری شده اون کار اشاره داره. به عنوان مثال فرض کنید این تصویر نسخه اصلی و نسخه که قبل از نهان‌نگاریه و این تصویر نسخه نهان‌نگاری شده است. حالا شما فرض کنید این نهان‌نگاری مخفیه و قابل دیدن نیستش. شباهت بین این دو تصویر فیدلیتی نام داره. ممکنه این فیدلیتی قابل قبول باشه و ممکنه که نباشه. پس تفاوت بین دو تا تصویر قبل و بعد از نهان‌نگاری رو ما بهش میگیم فیدلیتی. حالا در ادامه من یک مثال بهتری رو خدمتون ارائه میکنم. یا شما فرض کنید کیفیت یک صدای نهان‌نگاری شده قبل از اینکه به دست مصرف کننده اصلیش برسه سهواً یا عمدن این کیفیتش تضعیف بشه، مثل صدایی که از طریق کانال رادیو منتقل میشه و پردازش های رایج روی اون اعمال میشه. بنابراین اینجا تعریف بهتر فیدلیتی نهان‌نگاری شباهت بین صدای اصلی و صدای نهان‌نگاری شده در مکان و زمانی که به دست کاربر نهایی برسه. اینجا یه نکته وجود داره توی قسمت فیدلیتی، اینکه اگر صدای مورد نظر کیفیت پایینی داشته باشه لازم نیست که ما حتما نقشابمون غیر قابل شنیدن باشه، چرا که ممکنه که اگر میزان نویزهای قابل شنیدن ناشی از تعبیه نقشاب حتی بیش از حد معمول باشه باز هم کارای خودش رو داره، یعنی اون هدفی که ما میخوایم بهش برسیم رو داره. توی این تصویر یک سیگنال صدای نهان‌نگاری شده رو ما مشاهده میکنیم. فرکانس قرمز فرکانس صدای اصلی ما هست یا صدای مادر، و فرکانس های آبی که دامنه یک کمتر نسبت به فرکانس های اصلی دارن سیگنال نقشاب یا همون واترمارک ما هست. توی این دوتا قسمت، یعنی اینجا و اینجا، ما نویزهای ناشی از تعبیه نقشاب رو نمیشنویم، چرا که توسط این فرکانس ها هم پوشانی میشه و پوشانده میشه به عبارت بهتری. ولی توی این قسمت به دلیل اینکه دامنه سیگنال اصلی پایین تر هست، این دامنه سیگنال قرمز، نویزهای ناشی از تعبیه نقشاب قابل شنیدن هست. اما ما میگیم چی؟ میگیم با این وجود لازم نیست همیشه نقشاب ما بر حال غیر قابل شنیدن باشه و ما روی خصوصیت های غیر قابل شنیدن نقشاب وسواس داشته باشیم. تأکید میکنم نه اینکه مطلقاً اینطور باشه، میگم همیشه لازم نیست. با توجه به کاربردهایی که در قسمت‌های مختلف نهان‌نگاری در روش‌های مختلف نهان‌نگاری وجود داره بعضی مواقع لازم نیست ما اینقدر حساس باشه. نکته دیگه که لازم هست من اینجا به اون اشاره کنم اینه که همیشه آستانه‌ای برای میزان نویزها باید در نظر گرفته بشه. ببینید من اینجا یه نکته دیگه رو هم بهش اشاره کنم. چرا ما میگیم نویز؟ چون اطلاعاتی که ما به عنوان نقشاب ازش استفاده میکنیم یک اطلاعاتی هست که خارج از، یعنی جدای از این اطلاعات اصلی ما هست و ما اومدیم اون رو برای هدف دیگری تعبیه کردیم توی سیگنال اصلیمون، بنابراین یه جور نویز حساب میشه. لذا ما باید یه آستانه رو مشخص کنیم که این نقشابمون از یک حد خاصی خارج نشه. خصوصیت بعدی خصوصیت نرخ بیت هست. نرخ بیت به تعداد بیت های نهان‌نگاری شده در یک کار نرخ بیت میگیم. مثلا برای یه تصویر نرخ بیت به تعداد بیت های تعبیه شده در اون تصویر گفته میشه، یا مثلا برای یک سیگنال گفتار نرخ بیت به تعداد بیت های تعبیه شده در گفتار در هر ثانیه گفته میشه. ضمن اینم بگم که مثلا برای ویدیو ممکنه نرخ بیت به تعداد بیت ها در هر فریم یا تعداد بیت ها در هر ثانیه اشاره داشته باشه.